دادم به مجده جان باز دوباره دیگه زنگ تا نامدی نمیال از مصاحبه خلاص شدم. چی میکنین شما میرین با حساب؟ راستی اوه تبریک شوی ستاره رو گرفتن و تبریک بسیار خوب شد آخه این فعالیت بالاخره ای به شما رسید کردتش بسیار عالی شد البته باز هم با کمال تاسف که آمدن طالبا در افغانستان به شکل ناباورانه برای تمام زنای تحصیل کرده ایره تعمیل کرد که اونا مجبور هستن و وادار هستن که برن به چهار دیواری خانه بشینن. یکی از اون زنها ما بودم. در زمانی که طالبا آمدن ما به صفت سارنوال که در رابطه و جرایم زنان کار میکرد به صفت مستنطق یا تحقیق کننده در سارنوالی ولایت هرات کار میکردم و در اون زمان وقتی بر ما ابلاغ شد که دیگه نباید بیاین به ادارات و کار بکنین و برین به خانهتون بشینین و خوشبختانه که با شکست طالبا و با رفتن طالبا و روی کار آمدن حکومت موقت در افغانستان و دوباره برگشت خانما به کار یک تغییر و تحول بسیار مهم در زندگی زنها آمد. یعنی زنها بیشتر به ارزش تحصیل و ارزش آزادیشان در کار و بیرون رفتنشان از خانه پی بردن و با جدیت و پشتکار بیشتر شروع کردن به کار تا ای که ارزش هایی را که از دست داده بودن به دست بیارن و حقوق از دست رفتهشان دوباره بگیرن و کوشش بکنن که حضورشان را به اثبات برسانند که وقت تحصیلات مسلکی دارن توانمندی را هم دارن که در پالوی مردها کار بکنن و به می ترتیب دوباره آمدیم به کار و این جای بسیار خوبی و خوشحالی بر زنها بود. نظر ما در مورد کار ما ای است که هرگاه ما عدالت کردیم در رعایت حاکمیت قانون در افغانستان برای عدالت و مخصوصا برای دوباره گرفتن حق یک زن و حق یک طفل از یک ظالم و در جامعه مرد سالار کوشش کردیم که ثابت بسازیم که زنها هم میتونن. ای از راه های مطبوعات و از راه های مستندش این انعکاس پیدا بکنه و مخصوصا برای دخترایی که در مکاتب و در پوانتونا درس میخوانند این روحیه داده شود که اونا وقت توانمندی مسلکی دارند میتونن که مانند مردا کار بکنن و خوبتر از مردا کار. شوهر کجاست؟ شوهر طلاق گرفته بود؟ نه طلاق نگرفته. بمرده؟ مردم یه زنده یه همه ماریه لکده برفته دیمونه شده امم خوبم بازار کجا میکرده دیمونه انا از هم البته این راه بسیار طولانی را در پیش خواهد داشت. صد ساله راه را به یک شبه نمیتونیم ما بپیماییم. زنها را باید به طوری که آگاهی میتین از حقوقشان متوازن و برابر به او مردها را آگاهی داده شود از حقوق که زنها دارند و اینا با همدیگر در رابطه با همدیگر چی حقوق و چی وجایب و چی مسئولیت ها دارند این بسیار مهم است. به نظر من حال که شروع میکنیم بهترین راه آموزش زنها و روی آوردنشان به مکاتب و کورس های سواد آموزی و به درس خواندن است و راه بسیار موثر و مثبت و مفیدش منابر مساجد و تبلیغات علمای دینی برای مردها هست که زنای خدا و دخترای خدا بگذارن که اونا برن درس بخونن و همچنان نهادهای حمایت از حقوق زن و فعالین حقوق زن و وزارت امور زنان افغانستان و کسایی که همی وظیفه را به دوش دارند در آگاهی دهی زنها بیشتر کوشا باشند و مخصوصا مبلغین حقوقی ما داشته باشیم که اونا برن به قریه ها و قصبات دوردست و آگاهی بتن و زنها را از حقوقشان آگاه کنند. بچه ما 14 ساله به مواد مخدر گرفته. آه. چند پولی بوده؟ من نمیفهم من نمیسرم بزینه ما چی بوده مواد مخدر جان؟ من نمیدونم دل پودارا بوده این اینا میگم چی بوده دیگه این اینا بوده. چند روز شده که بندی است؟ سه ماه میشه که بندیه. 6 ماه بالی اوجور مامده. البته ما میخواهیم که پیام ما برای تمام زنها و دخترایی که تحصیل میکنن و درس میخوانن و آرزویی دارن که بیان در سیستم عدلی و قضایی کار بکنن در دو جمله برشان بیان میکنم. اولی که
داشتن صلاحیت برای استفاده آمدن قانون و عدالت یک رضایت معنوی بسیار خاص بر آدم میبخشه و آدم خوب است که صلاحیت های قانونی را داشته باشه و قدرت قانونی را که حق مسلم هر انسان است که در یک مسلک تحصیل میکنه او را به خود بگیره و دوم از این که اگر من توانستم شما هم میتوانید.